بچه شب در بغل روز کجا می باشی بچه باشی باشی اینه دیدین اینال شما ببینین اینا فهم جان و فناز love you all of them یک تصویر دیگه هم هست گفت نه جان مسیح خیر خیر است دستمال می دوزم دستمال زیبا زیب دست یارم باشه سلام بیننده های عزیز چینل پن کابلیو خوشحال هستیم که اولین برنامه خود خدمت شما تقدیم میکنم و مهمان بسیار عزیز داریم که بعد از سفرهای بسیار فراوان بعد از دید و دیدهای بسیار زیاد با چینل ها با رسانه ها امروز مهمان ما و شما هستن خانم شکیلا اما تو که از نامش پیداست خانم شکیلا یکی از چهره‌های مطرح فعلا در رسانه‌های ما هستند و نه تنها ما که بلکه جهان هم به چهره‌شان آشنا شدند. حالا بیاین که از خودشان بپرسیم که خانم شکیلا بالاخره کی هست؟ میشه که در این مورد بر ما معلومات بدن. کمک اما تو صمیمانه و دوستانه در مورد خود صحبت کنند. سلام احترام بر خودتان و به بینندگان عزیز و همکاران عزیزتان من خودم شکیلا آدمیار هستم یکی از علاقمندان خودتان او تشکر بسیار زیاد زنده باشید خوشحال هستم که امروز شما را در برنامه دارم شکیلا جان شما از تلویزیون ملی و سوابق از او کدام معلومات دارین گاه گاه تلویزیون ملی را میبینین یعنی چگونه از تلویزیون ملی به نظر شما؟ عمق به یاد دارم تلویزیون ملی تلویزیون اولین تلویزیون بود در افغانستان بله. که تلویزیون بود که سیاه و سفید یادتان یادم هم شروع بله. در شروع بله هنرمندان بسیار محبوب با استعداد داشتن مثلا استاد محوش بله. استاد ساروان زیاد هنرمند دیگه اسمایشان قدر به یادم نمانده خوشون چون شما مسافر هستین بله. این همه امینا استاد پرستو بله اینا همشون از تلویزیون ملی افغانستان شهرت پیدا کردن بله. به دست آوردن پیدا کردن دیگه بهترین تلویزیون بود در افغانستان سطح افغانستان بله روزای جمعه ما میدیدیم چون خورد بودیم روزای جمعه برنامه سرباز هم میدیدیم بله. بله چی برنامه عالی بود و حتما شبهای جمعه منتظر از این هم بودین که یک فیلم ایندی را از چینل تلویزیون ملی بله. تماشا کنین بله و شبای جمعه که میشد ما تلویزیون داشتیم یکان دوستای ما تلویزیون که نداشتن باز به خاطر فیلم که شبای جمعه فیلم های دیگه من به خانه ما می آمدن بله بسیار شبای خوشایند بسیار بسیار یک قصه جالب که در گذشته ها راستی هم که مردم تلویزیون کم داشتن شکیلا جان بله حتما در اون وقت شما هم خورد بودین ما هم خورد بودیم چقدر خوب که مثلا در یک خانه که یک تلویزیون می بود باز کلگی دور از تلویزیون جمع شد حق و همسایه حتی خیش قوما برای شبای جمعه می آمدن خانه کسی که تلویزیون داره بله. و تلویزیون می بینه بله. بله. ماشاءالله می بینیم که چقدر تلویزیون ها زیاد است چقدر چینل یوتیوب ها زیاد است خب برای زیاد شده بله برای کلشون موفقیت آرزو میکنیم بله. شکیلا جان قبل فیلم های یاسمین یارمل دیدی؟ بله فیلم های تا ندیدیم یکی فیلم چی بود؟ قدر یادم نمونده شما یادآوری هم روی مکنیم خب فیلم ها زیاد است خیلی بین که مشهورترین یاد کنیم فیلم اماسیش قدیدی؟ اما سه عشق دیدیم اما که بله. در شهر کونه به فکرم فیلم برداریش بود بله تقریبا در سمت شمال سمت شمال خواهم بله بله فیلم هایتون تماشا کردیم اما فعلا قدر بیادم نمانده فیلم های بسیار فیلم های خوبی داشتین بسیار فیلم هایی داشتین که اما بلنده زیاد داشتین تشکر از بچه های فیلم افغانی کدام خوش دارین؟ ما بسیار بچه های فیلم خوب داشتیم نمیفهم باید شما مانده؟ به نام نصار میگفتن چی بود نامش؟ ناصر عزیز نخیر امو که مویای دراز چنگ چنگی داشت
سلام سنگی. سلام سنگی، زیاد دوست دارم. امیالم به فکرم در خارج زندگی میکنه. بله، سلام سنگی. این تغییرات نامده در وجودش، اما انسان بسیار خوب است، بسیار مفهوم مهربان است، بچه بسیار دوست داشتنی و یک هنرمند بسیار خوب است. بله، هنرمند. تشکر، تشکر شکیلا جان. میشه که از این چای چاکلیت ما استفاده کنی؟ یعنی چای با یاسمین یارمن. تشکر، زنده باشید. عنوان برنامه ماست که امیدوار هستم که یک چای مزه‌دار بوده باشه براتون. تشکر، چای مزه‌دار است، چاکلیت بسیار مزه‌دار. باشه یک دفعه بچشمش. بله، اون مزهش بیبی خوب که مزهش بیچنم ببینم. فکر میکنم که چاکلیت ساخت وطن است، از او خاطر باید حتما مزهش بچشی. بسیار مزه‌دار است، استرابری است. نوش جان. بسیار مزه‌دار است. تشکر، زنده باشی از اینکه بسیار چای مزه‌دار بر من تیار کردین. خواهش میکنم شکیلا جان. بسیار مردم ها خوش دارن که هنرمند شوند. شما چطور؟ آیا علاقه دارین که هنرمند شوین یا علاقه داشتین که یک هنرمند باشین؟ من با آوازخوانی زیاد علاقه دارم که یک هنرمند می بودم، اما حالا متاسفانه چون وقت ما گذشته وقت نیست که حالا هنرمند. نه نه، من خوب فکر می کنم که هر کار خوبی را که آدم آغاز کنه دیر نیست برش. هنوز خودت بسیار جوان هستی ماشاءالله، هنوز بسیار زیاد زیبا هستی. میشه که اگر صدای مقبول داشته باشی از امیال شروع کنی؟ میشه که بر ما یک زمزمه کنی؟ با خدا می فعلا خود یادم نیست که در آخر اگر یادم آمد میگم. آه خوب است، بسیار زیاد زمزمه دارم. خوش شکیلا جان، هنرمند خود نشدی اما خیلی مشهور شدی. تشکر، زنده باشید. دوست داری که هنرمند شوی یا ای که همه قسم توسط هنرمند شدن میخوایی که مشهور شوی، یا ای نمی که آل بسیار زیاد مشهور استی و زیاد مردم بشناسن، همی که نام شکیلا جان به زبان مردم یعنی گفته شوه، یعنی ما بگیم شکیلا جان، زودی کده مردم شما را بشناسن و زودی کده به اصطلاح بگیم که به یاد میارن که شکیلا کی است. دلیل از این مشهور شدن چی است؟ باور کنین گپتان به گل بدل شد. من امیال که آمدم امرای دمیرا. بله. اموجا استاد دخترک برادرزاده من صدا کرد. یک چیز گفتمش، یک دخترک میگه خودت شکیلا جان هستی؟ باور کن از آوازم صرف اینم قدر گفتم. من تلفن ما یک چیز گفتم آجر کرد استاد شدن، گفت اولو هم شریم است سکه آوازت قدر مشهور شده که همگی از آوازت میشناسن. خیلی دیگه آل باید آواز خوان شوی حتما. آواز خوب ندارم، در نظر خودم که آواز خوب ندارم، اما بعضی دوستای هست که میگه خداوند بسیار آواز خوبی برات داده. اما نمیفهمم شکیلا جان، من فکر میکنم که هر چیز به تمرین نیاز داره. بله. اگر آدم تمرین کنه، اگر آدم پیش یک استاد بره شاگردی کنه، یعنی امو سر و لای و تال و یگپاره یاد بگیره و بشناسه، دقیقا میتونه که آوازخوان شوه. خب هر چیز از خود یک مهارت داره و این می کسب مهارت آدم هم میرسانه به یک جای. به هر حال راستی یک چیز تو مرا دسته واو مبارک باشه، چله را نو پوشیدی؟ نه خیر، چله از خودم مسیره به خاطر دادست ماندیم که کس نگویه که مجرد است. خونه مجرد خو نیستی، خو این گپ خو ما میفهمم که مجرد نیستی. میشه بگویی که چند اولاد داری شکیلا جان؟ تشکر، زنده باشین که از من پرسیدین. من مادر سه اولاد هستم. ماشاءالله، نام خدا. بله، پسرک کلانم 16 سالش است. نام خدا. 14 و 11. آفرین، بسیار عالی، بسیار عالی. چند وقت پیش من متوجه شدم بازم تو مرا در سایت چقدر رنگ ناخون مقبول استفاده کردی. من گاه گاهی میدیدم در دستای نه والا، وای بسیار مقبول. وام یک سمبول موسیقی. به خاطر که موسیقی را زیاد خوش دارم، ان شاء الله در آینده شاید هنرمند شو. حتما. بله. من فکر میکنم که آدم در هر چیزی که علاقه داشته باشه میتونه که هنرمند شوه. گفتم که چطور ناخنهایی تا بسیار مقبول دیزاین میکردی؟ من که یعنی یک هنرمند هم هستم یاد ندارم، این مسلک از کجا یاد گرفتی؟ چطور یا پیشه و مسلکتان آرایشگری از چه قسم؟ بله،
از من مسلک ما آرایشگری هست. ما سن 14 سالگی به بعد ما آرایشگر بودیم. سیار. فعلا هم دکانم در کارتینو است به نام موج نرگس. دکانم است از خانم برادر من اونجا کار میکنم. بسیار خوب. باز خودم به کانادا رفتم، اونجا کالجش خواندم. تقریبا مدت 3.5 سال میشه که من کالج آرایشگری رو در کانادا ختم کردم. گپ بسیار عالی است. فکر میکنم که درس خواندن در خارج هم کار ساده نیست و کسی بله. که باز یک مسلک یاد میگیره. به نظر شما آرایشگری یک هنر است؟ بله، هنر همش هنر است. بله، و من فکر میکنم گاهی من میبینم که امی دختر خانوما که آرایش میکنن یا مثلا گریم میکنن و مکب میکنن کاملا یک آدم دیگه میشن، کاملا تغییر میکنن، یعنی یک چهره بخی جدید به خود میگیرن که واقعا آدم که فکر میکنه که این یک هنر است. و شکیلا جان خودت این هنر را داری دیگه که چهره را کاملا متفاوت بسازی؟ بله چرا نه، من این هنر را خود دارم. انشالله اگر خواسته باشین امی قواره مقبول تا دیگه مقبول کنم. خوب، فکر میکنم که بخیر در برنامه آینده یک روز شکیلا جان دعوت کنم که خود ما آرایش کنه، چون من خودم قدر زیاد مهارت ندارم با آرایشگری و آرایش کار سادام نیسته. شما ببینید که من نمیتونم آرایش کنم، اینا بتا صاف ساده پیش شما شتیم و میبینین مرا. ولی در یک برنامه دیگه من از شکیلا جان تقاضا میکنم که چری مرا آرایش کنه، من ببینم چقدر تغییرات بر من میاد. گاهی گریموروی ما میگن خانم یارمل تو چری آرایشی داری، اما من نمیفهمم، تا به هنوز اینطور آرایش نشدیم که چری ما تغییر بکنه. به نظر شما من چری ازیر دارم که تغییر کنم؟ مثلا میگن وقتی تو آرایش میکنی 10 سال جوانتر نشانت میده. اگر دیگه بقه داره؟ چطور نداره؟ اگر شما زیبا نمیبودین دختر فلم نمیبودین. نه، وقتی دیگه زیبایی ما تیر شده. زیبایی تو نمو زیباییست. اگر سال چی بود؟ مامالانی؟ بله، از مامالانی که در مقبول تر هستین. اوی چشمایتون بله. مقبول است دیگه. در اون وقت شما هم دختر فلم بدین اونا هم. بله، در اون دوری که اونا نقش های اول و به حساب بازی میکردن در اون زمان ما هم کار میکردیم. خب به هر حالش شکیلا جان قند دیگه در آرایش موی و ایگپا خودتان دسترسی دارین؟ یعنی موهایتان خودتان قیچی میزنین یا چطور یا پیش آرایشگر میرین؟ نه خیر، ما چندین بار ما تصمیم گرفتیم که ما برم با آرایشگاه ابروی خدا همیشه خدا میچینم. از قیچی موی گفتیم اگر بتانم که آرایشگر قیچی کنه شاید خوبتر قیچی کنن، اما قیچی کردن پس دوباره خانه آمدیم سرشان دوباره من خودم قیچی کردم. خب دیگه خیلی از این معلومه شده نام خدا خودت مهارت های بسیار فراوان داری. من خوش ندارم قیچی دیگه آرایشگر کردم، خودم همیشه خودم خود قیچی میکنم. خوب است که آدم خودش توانمند باشه، یعنی در تمام عرصه ها یک دسترسی داشته باشه. باز مثلا خانما باید سلیقه آرایشگری، مثلا یگان دخت و بافت، یگان زمزمه سر جورو کردن، این مهارت ها را باید خانما داشته باشه. شکیلا جان، یک موضوعی که من خوشم ندارم گیره ازت سوال کنم، ولی ناگزیر هستیم بعض اوقات امی شنونده ها از کو جلوه میتن. مثلا یک گپ بسیار کوچکه قدر بزرگ میسازن که آدم نمیتونه که جلوه از او بگیره. یعنی بسیار زیاد مردم از گپای کوچک گپای بزرگ میسازن. من شخصا خودم طرفدار اینم تو یک وضعیت نیستم که آدم از مجبوریت یک خانم استفاده بکنه و یا از مجبوریت یک جوان استفاده بکنه و حرفای تا و بالا در مورد بگویه، و یا ای که مثلا از یک گپ بر خود یک گپ وسیله بسازن و اینمی گپا را چی بدن کلان بسازن، بزرگ بسازن. خودت از مصاحبه هایی که چند قبل در رسانه ها در چینل یوتیوب ها می کردی، نه در مورد خودت مثلا و در مورد فهیم جان فنا و هنرمند بسیار جوان و خوب ما، مثلا از سوال های عجیب و غریب پرسیده می شد که من جدا ناراحت می شدم از این گپا. خودت چطور از این سوال های
همکارا و دوستا و کسایی که مثلا سوالای بی ربط میکردن و سوالایی که مثلا ذهنیت مردم در برابر شما و یا در برابر فهیم جان فنا خدشه‌دار میساخت، خودت راضی هستی یا پشیمان هستی یا خوش نیستی یا مثلا میگی که ای کاش که همی گپ نمیشد؟ راستی در اول ما زیاد کسا از ما سوء استفاده کردن، از ما مصاحبه گرفتن، اما سوالای بیجا کردن از ما، چون ما نمیفهمیدم قدر که چون در حالت قرار داشتم که بسیار حالت وخیم، بسیار حالت خراب بود. یعنی حالت روانیتون خوب نبوده، یعنی شما استرس پیدا کرده بودید؟ استرس ما زیاد بالا رفته بود، هر کسی که هر قدر گپ میزد من فکر میکردم اینا به نفع ما گپ میزنن، به فایده ما گپ میزنن، اما برعکس وقتی که برنامه نشر میشد اینا زیاد مردم ها شکایت میکردن که چطوری سوال کردن، چطور چیکار. اما بعد از او که ما برنامه را دیدیم که بسیار نقص نواقص زیاد داشته، حتی بر خودشان اونا جان از امریکا اونا هم رای ما تماس گرفتن، بسیار سوال های خود نمیگم دبارش من، بله. نمیخوایم کسی خفه شه از ما، زیاد سوال ها کردن، اما ما چون هیچ کس را من آزرده نمی کنم، هیچ کس همی عادت مست که من نمی خواهم یک هموطن ما یک دوست ما می خواهم که همگی از من خوش باشن، یک خاطری خوش از من داشته باشن. نمی خواهم کسی آزرده باشه که یک نفر از من سوال کنم من سوالش جواب دادن اتانم. بله، مگر من به این نظر هستم شکلا جان قند که آدم یک هموطن خدا، یک خواهر خدا و یک برادر جوان خدا هیچگاه نباید به شخصیتش صدمه وارد کنه و یا اتهامات وارد بکنه. من فکر میکنم که به هر صورت هر گپی که بود تیر شد و گذشت و امیدوار از هستم که دیگر مردم نه پشت شما باشند و نه هم پشت فهیم جان فنا. چطور شما نظرتان در این مورد چی است؟ من خوش هستین که اگر اما تو یک موضوع نباشه دیگر پشتتان؟ نه خیر، ما نمیخوایم که موضوع فهیم فنا در نام من نام از اونا یاد شوه. اونا خودشان نام دارن، مردم همی چی ماست که دیگه اسم از او رو در سر ما یاد نکنن. بله. هر چی بود گذشت، یک خواب بود، یک خداوند، یک چیز را حتما همی کارهای را در نصیب ما کرده بود. همش بله. به دست خود ما نیست، حتما خداوند همی را در نصیب کرده بود که در آینده همی یک روزای بد را میبینی که دیدم و گذشتاندم. صرف ما از مردم ما میخوایم و از کسای یوتیوبرهایی که یوتیوب جور میکنن در راجع به ما گپ میزنن. امروز یک یوتیوب چینل دیدم درباره ما چند روز پیشتر بسیار گپای بد زده بود، باز ما در کامنتش یگان چیز گفتم طرفداری از اونا کرده بودن، بدی از ما گفته بودن، ما یگان چیز دربارش گفتم باز گفته بود. امروز که چینل شسای کردم یک ویدیو دیگه جور کرده گفتم ما خو ای چیز نگفتیم، اما چیزی که کامنت که من نوشته کرده بودم او رو روی صفحه خود مانده نشان داده که شکلای نقصم. طبعا برادر قند اگر از ما آواز ما رو میشنوی خواهش میکنم یوتیوبرا درباره ما گپای بد نزنین، درباره اگر همه قدر میخواین که اگر درباره ما کدام صحبت داشته باشین، گپ داشته باشین، خیر است ما را دعوت کنین، ممرایتان میایم اگر در کابل هستین، ممرایتان چند لحظه صحبت میکنم، اما گپای بد درباره من نزنین. تو خانم نیستم که شما تفکر میکنین، من خانم هستم که بسیار دلسوز و با رحم من فعلا نام دیگه باز مایست ربرتان بسیار فکر میکنم که حرفای خوب گفتین، حرفایی که باید ما هم تقاضا میکنم که دیگه مردم از پشت شما دستفردار باشن، یعنی زیاد در زندگیتان به حساب مداخله نکنن و زندگی شخصی. زندگی شخصی هر کس مربوط خودش میشه و خودش باید جوابگوی خود باشه. فکر میکنم از دست زدن به زندگی دیگرها کار درست نیست و ما نباید که زندگی دیگرها را قربانی امو خواسته های خود بسازیم. شکیلا جان از یک گپ بسیار خوب دیگر من خبر شدم که فکر میکنم این گپ تا اندازه به سود مردم است. میگن شما یک بنیاد خیریه میخواین بسازین و از این بنیاد خیریه تان در افغانستان استفاده میکنین و چی خوب است که آدم دارید یک شرایطی که افغانستان واقعا دچار بحران است، دچار مشکلات است، دست مردم های بیچاره
چاره و دست مردم ناتوان خود بگیره و این یک هدف بسیار بلند شما هست و یک هدف بسیار خوب است که من خوشحال هستم که شما اینطور یک هدف میخواین در افغانستان پیاده کنین. تشکر، زنده باشی که از من سوال کردین، این را به یادم آوردین. بله، ما یک بنیاد خیریه آغاز کردیم به نام شکیل آدمیار است. بسیار خوب. میخوایم که همی هموطنان که بی‌بضاعت هستن اینا را همراهشان یکان کمک های که همراهشان کنیم. و یک بنیاد دیگه است که در خارج از افغانستان است، در آلمان یکی از همکارای ماست که اونا یک بنیاد دارن که مهاجرین میپذیره به کشور یونان. خب دیگه من فعلا یک دو سه فامیل را کارایشان به جریان مانده، من پاسپورت ها و اینای خود بردن در سفارت پاکستان برای ویزه. دیگه اینمی کارایشان به خیر خلاص شد در ظرف اگنه در تاریخ 15 همی ماهی که ایسایی است، دمی ما باید است ما میرفتیم به پاکستان که کارای از اینا بخیر کارایشان خلاص شوه، بعد در ظرف 10 روز اونا بخیر در کشور یونان میرن. اما فعلا بدبختانه که اونا چیز بودجه از اوجه ما داریم که صرف این پاسپورت ویزهش هم میگیریم، تکت تیاریش هم میگیریم که تقریبا فی نفر 85,000 کلدار میشه از فی نفر. اینا را ما امرشان کمک میکنیم، اما از نگاهی که پولی هست که از نگاه پول ما از اینجا میتونن خودشان همی اگر چیز بودجه داشته باشن، چیز پیسه داشته باشن، کار خود مثلا پاسپورتش است، نانخوریشان است، همی لایره که در اونجا امرایشان مصاحبه میگیره. بله. این مقدر پول از امیر داشته باشن در حدود 500 600 یا 1000 دلار میشه. اگر این داشته باشن بسیار خوب میشه، اما متاسفانه که اینا ندارن. ما منتظر از امیستیم که اگر از یک طرف بتانیم پیدا کرده که اینا را بخیر پاسپورت اینایشان را خلاص کنیم، پاکستان بریم، کارایشان را بخیر خلاص کنیم، تکتشان را بکنه بخیر برن و ویزهشان بیه برن. بسیار خوب، بسیار خوب. خوب دیگه چی پلانو دارین غیر از ای که مثلا مجرین کمک میکنین، مثلا افراد و اشخاص بی بضاعت کمک میکنین، دیگه چی در نظر دارین که مثلا میخواین که به افغانستان باشین یا ای که هم رفت آمد کنین، برین و بیاین و کارای هم در اینجا اجرا کنین انجام بتین؟ زنده باشین. نه خیر، من خو اینجا بوده نمیتونم، چون یک کسی که در خارج زندگی کرده باشه. بله. افغانستان زیاد وقت بوده نمیتونه، از زیادش 2 ماه یا 3 ماه. بله. از زیاد بوده نمیتونه. نه خیر، من اونجا میرم باز به بعضی وقتا باز میتونم پس در کابل بیایم به خاطر این کارهای خود. و دیگه من بخیر شاید به کشور یونان برم. یک کانترک هست که به خاطر این مهاجرینی که میپذیریم همراه از اونا کانترک امضا میکنم، بخیر پس دوباره همراه از این مهاجرینی که میرن همراه از اینا میرم، پس دوباره باز ما پس میایم به افغانستان. بله، پس میایم دیگه باز تا که وقت ما پوره شه باز بعد از او پس کانادا میره. آه بسیار خوب، بسیار خوب. کل کارایتان کارایست که خیریه هست به نفع مردم بی بضاعت و مردم نیازمند است. شکیلا جان، در کانادا چی کارا و چی مسئولیت ها دارین غیر از اینکه مثلا آرایشگر هستین، غیر از اینکه بنیاد خیریه ایجاد کردین، غیر از اینکه مثلا مهاجرین کمک میکنین، دیگه چی کارا در قسمت اولادا چی کارایی میکنین؟ اولادا را چگونه مکتب میخوانن، درس میخوانن؟ هنوز خرد هستن، کوچک هستن. بله. یعنی چطور اونا را مکتب میبرین، میارین، در کارای خانه سهم میگیرین، چی رقم؟ بله، من خودم یک اولادای من مکتب میره، فرنچ امرجن میره، انگلیسی و فرانسوی. بچه ایم از 4 سالگی در کلاس جیجیتسو اونا را شامل کرده بودم. اونا فعلا کمربند سیاه گرفتن، آخرین کمربند گرفته. بله. و قرآن شریف از طریق سکایپ از پاکستان برشان آنلاین گرفته بودم، قرآن شریف هم خلاص کردن و یک بار بچه‌م ختم کرده، 3 بار دخترم ختم کرده. نام خدا. بر پدر، بی بی، بر ما، بر عرصه ما ختم کرده. خدا آفرین. آفرین. ایمانش قوی داشته باشه که دیگه برای ما و شما یک ختم داشته باشه، زنده باشین.
و دیگه اشتکای ما اولادای میره به سومینگ پول میرن. بچه ایم لول نوستک، دخترم لول افت است، یک دخترک خوردم لول دوستک. نمی کارای خدا دیگه بعد از او ای کارایشان که خلاص شد، بعد از او باز میبرمشان مکتب دری میبرمشان، به خاطر از اینکه میم باش که زبان مادری خدا فراموش نکنم. خوب کاری که بله. بسیار زیاد مهم و یک از اهمیت خاص برخوردار است. اینمی لسان خود آدم است که آدم باید در قدم نخست لسان خود بله. یاد داشته باشه، سر از او حاکم باشه. مثل که حال شما خودتان هم میبینیم که زیاد خوب صحبت میکنین، دری صحبت میکنین، با وجود در کانادا زندگی میکنین. یعنی ببینین بیننده‌های عزیز که افغانای ما در هر جای در هر سرزمینی که باشن امو فرهنگ و کلتور خدا فراموش نمیکنن. اولادکای شکیلا جان قرآن شریف حفظ کردن و میخوانن، دیگه به لسان مادری خودتون درس میخوانن. این بسیار افتخار بزرگ است که آدم در هر جای و در کشوری که میباشه امو کلتور و فرهنگ و کلچر خدا فراموش نکنه. شکیلا جان خوب شکل جان گفتی که من میتونم زمزمه کرده، بیا تو یک زمزمه خوب بکو خیر است ما ببینم که دیگه خدا ببخشین. خوب و من خودم یک رستوران دارم به نام نامش را نمیگیرم، خب پیزا رستوران دارم و در ضمن از اون همی آرایشگر هستم در یک سال. چقدر خوب باز شما در پختن پیتزا چی دارین؟ آشپز دارین؟ آشپزایتان میپزه به مردم توضیح میکنه یا که مردم به رستوران شما میایه؟ خانما میایه؟ آقایون میان؟ فامیلا میان؟ از موتر است که از طریق آنلاین هستن آردر میتن، با زنگ میزنن آردر میتن، درایور داریم اونا میبرن به خانهشان. شکیلا جان از غذاهای سنتی افغانستان چیز در کانادا میشه در رستوران استفاده کرد یا ای که مثلا اگر غذای سنتی افغانستان اونجا پخته بکنین برای مردم عرضه بکنین این مردم خوش میکنه؟ بهترین غذا از افغانستان است. خب در هر کشوری که باشه بله، خصوصا امی آشک و منتو بله. قابلی بولانی بولانی بهترین چیز است. در اوجه هر کسی که ما بعض وقتا که سالگری اولادای خود تجلیل میکنم از امی غذای وطنی پختم میکنم میپزم. خب دوستایی که میای خارجی یا کانادایی که میاین اونا میگه زیاد مزهشان میتن زیاد بله. لذت میبرن از غذای ما. دیگه اوجا رستورانت های افغانی ها هست به نام کباب رستورانت هست، اینه میزیاد رستورانت هست افغانی. باز مردم هایی که محفل داشته باشن اونا از اوجا آردر میکنن باز برای محفلشان میارن. شکیلا جان ما شنیدیم میگن شوله غوربندی را بسیار زیاد مردم خوش میکنن در خارج، یعنی زیاد همی شوله که در بینش تند و تیز و کوفته دار است و باز در روی زی همطور چکرنی در اطرافش مندازن و بازمی کوفتره یا قرمه گوشت در بین مندازن و خوب همونطور یک شوله بسیار بمزه است که در ایراد پخته میکنن. یک شوله بسیار خوبه که در ایراد خوب ما ایراد ندیدیم ولیکن شولهش خوردیم. یک تن از ایرادی های عزیز ما که دوستم است یک شوله بسیار مزدار یک روز پخته که شوله غوربندی که میگن شه یا نمیفهم شوله ایراتی میگن چی میگن که پخته کرد، یعنی خیلی مزدار و لذیذ بود و او تعریف کرد گفت که در کشورهای خارجی از این شوله زیاد زیاد مردم خوش دارن. من فکر میکنم اگه در رستوران تان از شوله پخته کنین مردم خواهد خوش کرد. بله ببخشین ایراد گفتین اما زمزمه که چند وقت پیش امو خانم به نام چی بود که فوت کرد دسمال میدوز خو افسانه افسانه جان خدا بیامرزش بهشت فردوس نصیبش بله. اگر شب امی زمزمی امی دسمال میدوز هم امیره برتان چقدر خوب زیاد یاد ندارم جای که خوشی از نیخ شما میخواین بخواید در آینده یک آواز خان چاییم باید کم اما تو تمرین کنین که باز سر صدایتان حاکم شوین صدایتان هم بتانین که به اجازه تان میره بونی. دستمال می دوزم دستمال زیبا زیب دست یارم باشه، توفه می دیهم برای یارم پیشش یادگار پیشش یادگاری باشه،
اقدر یاد ندارم، ببخشین دوستا، صرف ما میخوایم آواز ما امتحان کنم. خب شکیلا جان، ما برد یاد میتونم که آواز تا چه قسم امتحان کنی. خب وقتی که دمی عموم داخل شدی ده عموم کدن نه یه نمیچه که شاور میگرفتی یه نمیچه بخوان دیگه دست نه شاور گرفتن. آخ دمی انگامی که آدم در یک اتاق کلان میباشه نه که میخواید که امی آواز خود امتحان کنه، تنها باشه در یک اتاق کلان باشه، اونو موشه با خود زمزمه کنه، اونو باز برات معلوم میشه که میتونی نمیتونی. فکر میکنم که همین سر لایه که پیدا کردی میتونی که خوبترین آوازخوان شوی. خب همین در گذشته هم همونطور بود، فکر میکنم همین بعضی ها که آوازخوان میشدن نی؟ یک از برش میگفت تو خوب میتونی بخوانی، یک از میگفت نه به خدا تو هیچ آواز نداری. ولی امروز ما میبینیم کسایی را که میگفتن هیچ آواز نداری و خوانده نمیتونی از بهترین آوازخوانای ما شدن. یعنی شما متیقن باشین که آوازخوان خوب میشین. من آوازخوانی آوازخوان اگر شدم خواندنای آهنگای قدیمی را میخوانم. مثلا خوب. بچه ماشی ماشی ماشین کارم باشی، بچه ماشی ماشی بچه شب در بغلت روز کجا می باشی، بچه ماشی ماشی. خو خو والا بسیار مقبول. بچه ماشی هم دوتا هم شروع کرده سو خیر این برنامه خو ما خو اترس خو خو بچه کتر چقری تمام کتر چقری، بچه ماشی ماشی بچه صد یار دیگر باش داری و ما را چی کنی. شکل جان من فکر میکنم اول باید شعر یاد بگیری باز بخوانی. خب بازم آفرین که جرات میکنی. من در قصه کس نیستم خنده کنه لذت ببرین از کارهای از گپای از ما و یاسمین جان نازنین. خواهش میکنم، تشکر. شکیلا جان پرودیسر برنامه ما چند تصویر انتخاب کرده بله. و میخواه که نظر شما را در مورد این تصاویر بگیره. اجازه است که از شما بپرسم؟ چرا نه، بسر چشم. خب اول تصویر برای بیننده های عزیز نشان بیتم، بعدا به شما چطور؟ درست است، من روی خدا سو میگیرم. این حال شما ببینید. ای کی است؟ من نمیشناسمش. مژگان جان است، بسیار یک دختر قند است، بسیار دختر شیرین است، دوستش دارم. یک مصاحبه امراج داشتم چون از من یکان سوالایی کرده بود پیش از این امراج که من مصاحبه کنم، امراج گپ زدم که سوالای بیجا چتیات، چون چتیات زیاد میگه از او خاطر گفتم این سوالا رو از من نکنی. گفت خب نمیکنم. بازم بعضی سوالایی را کرده، حتی من از برنامهش گفتم امیال میخیزم میرم گل میکنم. گفت نه نه جان مسی خیر خیر است، دختر خوب است، امراج تماس دارم، بهترین دختر است. درباره هر کسی که بد میگه اونا خودشان بد است. خب ما نظریات چی بگویم، یعنی من شخصا خودم هیچ عادت ندارم که همجنس خود بد بگویم و یایی که هر خانمی که باشه در هر سطح و سوی که باشه، یعنی هیچ وقت نشده که من در مورد یک خانم خدای نخواسته چیزی بگویم که خلاف اخلاق انسانی باشه. به هر حالش باشین که تصویر دیگر میبینیم، اول با کمره بدن. خب این حال شما ببینید. سلام احترام به این برادر عزیز. آفرین. یک چند روز پیشتر آمده بود پیش از این که من به کابل بیایم امرای امون برادر ما میابخشی بله. یک ویدو داشت درباره مزیاد گپای بد رد گفته بود. کی گفته بود؟ امی برادر که سلیم جان شاهین. سلیم جان شاهین یک نرمند خوب کشور ماست، به حساب عام بگویم که درمندر افغانستان است. اما من چی را ازش نداشتم که راجع به من یکان گپای زده بود، اما بازم به خیر است، هیچ فرق نمی کند، ما نور چشم است. تشکر بسیار بسیار زیاد زیاد. باشین که یک تصویر دیگه از همین پشت سر بسیار مقبول معلوم میشه. خب اینه بیندای عزیز، شما دیدین اینه شکیلا جان، ایکی است؟ ای خانم است که فریده سادات اسمش است. در اول اگر دست خودم بتین خوبتر است. بله.
این خانم است که من امرای ازی هیچ کدام گفتنی خاص ندارم، صرف نمه قدر در اوائل آمد یک چند ویدو از ما تیار، ویدو اول تیار کرد که زیاد مرا توهین و توهین چی کرد. باز دوباره تلفن ما درست سه روز بعد از او تلفن ما چی مسنجر ما پیدا کرد، امرای ما تماس گرفت، زیاد از ما طرفداری کرد و حتی به حساب یعنی تلافی کرد گپای خدا. یعنی گپایی که زده بود پس دوباره گپای خدا تلافی کرد. بله، تا پای تا گفت میبوسم و دست تا میبوسم چطور چی کار، زیاد مهربانی از خود نشان داد. خب من فکر میکنم که در جایی که معذرت خواسته شوه و یا ای که آدم از گپی که میزنه پشیمان شوه و معذرت بخواد دیگه کل مشکلات حل است. باز نخیر بعد از اونها بعد از او باز یگان ویدئوهای خراب جور کردن درباره ما، در حالی که ما چون دوستش دارم امیالا. به نظر شما ویدیویی که جور شده یا تیار شده حقیقت نداره؟ هیچ، اصلا من خانم نیستم، خدا یکیست، شوهر یکیست. نه بله. باز اگر شوهر از او اگر جدا شدیم بله. قلب در بازی چی نیست نه؟ بله، که هر کسی در قلب در بازی سرای دروازه سرای نیست که هر کس در یو برای قلب که در بازی سرای نیست که هر کسی داخل شو و برای نه. بله بله، هر کس جایگاه خاص داره. دقیقاً بله. دقیقاً یک تصویر دیگه هم است، فکر می کنم آقای عیار است و اینم یک کسی هستن که در یوتیوب چینل یوتیوب ها فکر میکنم که برنامه های بسیار خوبی دارن. اینا شفی جان عیار است که یک مرد شجاعی است که همیشه دفاع از مردم میکنه، اما از خانما ما هیچ وقت ندیدیم که تعریف و توصیف کنه. خانما را همیشه کم میاره، خانما را بد میگه، خصوصا در مورد خودم چندین ویدئوهای جور کردن، چی گپای بد زدن. در می روزای آخر که امرای فهیم فنا در کشور تاجیکستان امرایش مصاحبه داشت، زیاد حتی مرا دیوانه خطاب کرد امی برادر قند. بازم ما برشان در چندین ویدئوهای خود گفتیم اگر شما کدام رسید دارین یا کدام سند دارین یا کدام انفرمیشن از ما از پیش دکتر دارین، لطفا امو را در برنامه تان نشان بتین که ما تکلیف عصبی دارم یا دیوانه هستم. نخیر، هیچ وقت کسی بد شده نمیتونه. آیا کسی که از حق خود دفاع کرد او دیوانه است؟ نه، به هیچ وجه. بله، بازم هر چی که گفته چون بزرگوار است خیر است، دوست جان. خب شما چقدر زن سخی طبیعت هستین که با همه تصاویری که ما بر شما نشان دادم هیچ حرف هیچ سخن نگفتین و یام یک شامت میخواید که یک خانم همه گپا را نادیده میگیره و از همه به نیکی و به خوبی یاد میکنه. باشین که یک تصویر دیگه هم است. خب پرودوسر ما نام خدا اینقدر تصاویر زیاد جمع کرده، خب به هر حالتش میبینیم که تصاویر از کسی است که من بسیار دوستش دارم. خب این حال شما ببینید، اینا آریانا جان سعید است که بله باش که دوست همین درست است، خیر است بگیرین. نه خو یک نفر مهم در زیرش است. برو از این نفر مهم صرف نظر کن. میبانش اینا آریانا جان سعید است که چون من علاقمندش هستم، زیاد سخت علاقمندش هستم، علاقمند آوازش هستم، علاقمند خودش هستم. حتی تتوی مام که هست از زمین تقلید کردیم، تتوی از زمین را مام در دست خود زدیم. بسیار خوب. چون خوش دوستش دارم، زیاد کدام گفتنی در موردش ندارم. بازم آریانا جان سعید اگر مرا میبینی love you، دوست دارم. خیر است اگر از من کدام دفاعی نکدی، love you. من فکر میکنم که آریانا جان یک خانم است که خیلی خانم ها را دوست داره و حتما از شما هم دفاع کرده. خیر به هر حالتش میمونیم امو به حساب چیره، امو قضاوت به دست خودشان، به دست بیننده های عزیز ما که مردم چی قضاوت میکنن که مثلا درباره شما کی چی میگه کی نمیگه. خب حقیقت چیزیست که بالاخره آشکار میشه. بله، بله. و هیچ چیز رو پت پنهان باقی نمیمونه.
به هر حالش، اما بهتر امی است که ما همیشه قضاوت درست در هر موردی که است ما باید قضاوت درست کنیم. خوب، یک عکس بسیار بسیار ما ملاقه مندش هستم نگفته نمانه از هنرمندای بسیار خوب ماست. اینه دیدین، اینال شما ببینین، اینا فهیم جان فناس، همی که زندگی مرا تباه ساخته، پیسای ما خورده، اما حالا میگه یه چیز به من نداده. اینا امون هستن. خب هر جای باشه، آرام باشه، خوش باشه، آرام باشه، انشالله یک روز باش دیدن خواد کردم پولای ازش میگیرم. بسیار جالب است، بسیار حرفایی است که آدم نمیتونه سرش قضاوت کنه. من شخصا هیچ قضاوت در این مورد ندارم و هیچ گفتنی هم ندارم. بیننده های عزیز، این حرفای شکیلا جان است، خودش میفهمه و خدایش. خب تشکر شکیلا جان، امروز واقعا یک برنامه خوب با شما داشتیم، یک برنامه که اولین افتتای چینل ما با می خاطر شما شد. خوش آمدین، بسیار زیاد انشالله که در برنامه های آینده باز با شما خواهد بودیم، با کارهای نوتان، با ابتکارات جدیدتان. ما میخواییم که شکیلا جان خودت یکی از چیرهایی باشی که داینده امی باور و اعتماد مردم نسبت به خود جلب کنی، که یعنی بگوین که واقعا شکیلا یک زن همتون مردان صفت، یک زن بسیار کاکا، یک زن بسیار خوب است که اینه تو خدمات بسیار خوبه و جامعه خود بر مردم خود تقدیم میکنه و ما بسیار خوش میشم که همتون خودت دمی عرصه ها بسیار فعال ببینم. تشکر، زنده باشی. انشالله بدون واقع لایی زندگی باشه، جانجوری باشه، انشالله روزای خوب خوش را همراه ما خواه داشتین و میبینین. ما یک میخواییم که یک چند گفتنی دارم به خاطر کسایی که خانمایی که بسیار بسیار نادار هستن و ظلم و ستم در سرشان است، از طرف فامیل، از طرف مثال شوهر، از هر کسی که هست که بسیار ظلم از سرشان. اینا را ما میخواییم که اگر کسایی که میشناسن به این رقم خانما را میشناسن یا فامیلای را که میشناسن، امرای ما مخو تلفون مرا کلگی شمارهش داره، امرای ما تماس بگیرن. انشالله بدون واقع لایی اینمی باز اینمت کسایی را ما میخواییم که در کشور یونان انتقال بتیم. خوب است، بله. بسیار عالی. یعنی شما خانمایی را که در تحت اسارت هستن و یا ای که چی بگویم یک مورد خشونت و اعانت قرار میگیرن، بله، این مذاق نیست، این دروغ نیست، این کدام فریب نیست، این با واقعیت است، حقیقت داره. میتونن امرای ما تماس بگیرن، میتونن باز ما شماره کسی که انشالله اونا را میخواین، ما شماره از اونا را قرار میتونم برشان، امرایشان تماس بگیرن، صحبت کنن. مشکلات زیاد ما و شما دهیست که مردم افغانستان که خصوصا در شهر کابل زندگی میکنن، بسیار بی‌پیسه هستن. دقیقاً، بله، به خاطر کار و وظیفه ندارن، بیچاره به بزات هستن، پیسه تر ندارن که همه قدر کار میکنن که دست دانشان میچلن. آفرین، بله. خب میبینیم که ما تقریبا اکثریت مردم ما با یک، اگر کارمند دولت هستن با یک معاش بسیار ناچیز، و اگر کسب و کارهای ما هستن اما همونطور به اصطلاح بگویم که درآمد کم دارن، یعنی درآمد بیشتر ندارن. شما این قسم افراد و اشخاص کمک میکنین. تشکر از شما شکیلا جان از اینکه در برنامه ما آمدین، بسیار جهان سپاس. خوشحال شدیم که امروز با ما در این برنامه بودین. و گفتنی های دیگه دارین؟ دو کلمه گپ دیگه دارم. یک خانمی است که در سمنگان است، چند وقت پیشتر تقریبا نفهم که چند ماه میشه دزدا در خانهش آمده بود، با عزتش تجاوز شده. بله. اونا را اگر کسی داشته باشه، شماره‌ش داشته باشه یا آدرسش داشته باشه،
اگر لطفا اگر کسایی که اونا را مشناسه اگر شمارش به دسترس ما قرار بتن یا برای یاسمین جان در برنامهش در یوتیوب چینلش بله. شمارش هست که تماس بگیرین باز اینا هم رای ما تماس میگیرن برای از اینا اتمن. بتین انشاءالله اینا میره میخواییم که همراه با فامیلش میخواییم که به کشور یونان خواهیانی انتقال بتین و یکی دیگه است ببخشین بله. یک خانم دیگه است که 4 بچه داره دو دانه دختر داره شوهرش ذکریان هم داره بسیار بیچاره تکلیف رویش هم خوب نیست در نایه 15 شهر کابل زندگی میکنه 4 پسر داره 2 پسرش ایران 3 پسرش ایران رفته بود 1 پسرش همراه خودش بود و امی 3 پسرش به فکرم پس به کابل آمده زیاد سکنجه میته مادر خوارا را لط و کوب میکنه و زیاد اوقات تلخی میکنه چون بچه های دیگه شم که یک بچهش بود دمی کابل بسیار کارهای خراب میکرد اونا حالا ایران رفتن باز هم یک بچه دیگهش که فعلا کامده زیاد مادر خود اذیت میکنه نمیمونشه که حتی خود زیاد ظلم ظالمی در سر شد اگر این میرم سر مادر خود ظالم بله، میکنه بله سر مادر خود شکل میرم من فکر میکنم که اگر شما خودتان مستقیما آدرس و نمبر تماس خود با بیننده های عزیز شریک بسازین که مستقیم با شما مثلا و کسایی که نیازمند هستن کسایی که مثلا کمک میخواین از شما امرای شما به تماس شوند چون از ارتباط چند فردی کرده فکر میکنم که ارتباط مستقیم با خود شما داشته باشن بهتر است میشه که شماره تماس دانه امرای بیننده ها یک جای در دسترسشون قرار بدین یاسمین جان قند من شماره تماس افغانستان ندارم خب از من شماره خارج است تنها واتساپ است خوب. بسیاری مردم ما و شما غریب از بله. انترنت دسترسی ندارن بله. از او خاطر شماره تماس ما با باندیم دمی یک به خاطر همین دختره که یک 2 هفته 3 هفته پیشتر همین ملاک با عزتش تجاوز کردم امرای از اونا مصاحبه داشتم شماره ما به خاطر از اونا گفتم اگر ماندم دم و مجازی گفتم اگر کسی کمک کرده بتانه با این فامیل که دخترک وضع اقتصادش هم ضعیف بود و از نگاهی رویام وضعش خراب بود دیگه به خاطر میوه و دوا و چیزایش گفتم اگر امی دوستای عزیز ما کسایی که خارج از کشور زندگی میکنه اگر کمک شون به اون خاطر ما شماره ما گذاشتم حتی تکرار کردیم همگی داره دیگه بازم اگر میخواین که شماره ما را به دسترس بگیرن اون برنامه هم دختره کسایی کنه دموجا ما شماره ما گفتیم خب درست است تشکر از آمدنتان در برنامه چای با یاسمین یارمل و خوشحال هستیم که امروز برنامه جذاب و خوبی داشتیم با شما بعضی از سوالات ما لازم ندیدم که از شکیلا جان بپرسم و فکر میکنم سوالایی که شد خدا کنه که طرف قبولت واقع شده باشه تشکر زنده باشین بازم اگر کدام گفتنی داری شکیلا جان نه خیر من کدام گفتنی دیگه ندارم صرف اینمی گفتنی من اینمیست برای یوتیوبرا و بعضی کسایی که در مقابل ما کینه گرفتن و کرورت گرفتن لطفا من مهربان هستم امرای همتان دوستتان دارم love you all of them کلتان دوست دارم من اینمه قدر برتان میگم دیگه بعد نگوین من کوشش میکنم که هموطن خود در آغوش خود بگیرم دوستشان دارم همیشه خب شنونده عزیز و بیننده های عزیز معذرت میخوام چون من زیاد کار با رادیو میکنم گاه گاهی میگم بیننده های عزیز میگم شنونده های عزیز بیننده های عزیز و نهایت گرامی ای بود قصه ها و عرفای خانم شکیلا در مورد خودش در مورد کارکرداش در مورد زندگیش در مورد اولادکایش که خدمت شما پیشکش کردیم تا برنامه آینده شما را به الله پاک امانت میکنیم خداوند یار و مددگار شما